سلام دوستان، سوهل هستم. امروز میخوام براتون همونجور که قول داده بودم برنامه آموزشی رنگ لبه رو بذارم، رنگ لبه چرم و اینکه این مشکلات رو حل بکنم. رفتم تو یوتیوب نگاه کردم ببینم چه نوع برنامه‌ای هست، هم خارجی ها هم ایرانی ها رو نگاه کردم، دیدم خیلی برنامه‌های درست و کاملی نیستن و اینکه هر کسی هم رای که خودش رفته رو توضیح داده و اینکه ممکنه همه جا به درد ما نخوره. اما امروز میخوام یه رنگ لبه‌ای بهتون یاد بدم که توی همه جا به دردتون بخوره، مخصوصا جایی که شما نمیتونین دو تا تیکه چرم رو با هم ببرین و یه ذره بالا پایین داره و ممکنه این خیلی براتون اذیت کننده باشه موقع کار کردن. اما ما توی این برنامه بهتون یاد میدیم چجوری رنگ لبه بزنیم و اینکه شما هم سابسکرایب کنید، لایک کنیم برنامه رو تا ما انرژی بگیریم و برنامه بهتری براتون بسازیم. با ادامه برنامه با من همراه باشید. ما فقط تو همین یوتیوب کار میکنیم، فقط. خب دوستان، ما برگشتیم. عذرخواهی میکنم اگر صدای نابهنجاری میشنوید، صدای موتور و ماشین، اینجا آمبیان صدای خیابون رو داریم. البته مسئله نداره. من میخوام بهتون یاد بدم که چجوری الان رنگ لبه بزنین موقعی که آستری میچسبونین روی کار و کار تکلاه در واقع جورایی، فقط آستری هستش و اینکه معمولا این کناره‌های آستری از لبه چرم جدا میشه. برای همین شما باید رنگ لبه بزنیم و رنگ لبه درست باعث میشه که این آستریتون از چرم جدا نشه. خب وسایل مورد نیاز رو بهتون بگم. ما رنگ لبه میخوایم، رنگ لبه امید من استفاده میکنم، کیفیت خوبی داره. آب نیاز داریم، یه ظرفی که توش رنگمون رو بریزیم، سنباده، من از گوشپاکون استفاده میکنم، قسمت ابرش رو میکنم و از این قسمت در واقع پنبهش رو میکنم، از این قسمت استفاده میکنم برای اینکه رنگ رو روی چرم قرار بدم. نمد میخوام که میتونه دستمال کاغذی هم استفاده بکنید، ولی خب نمد بهتره. و همین، حالا میریم برای آموزش. شما فرض بکنید یه همچین لبه‌ای داریم، میخوای اینجا رنگ لبه بزنی. گیربیلیتی هم خوبه، گیربیلیتی هم من استفاده میکنم برای اینکه کارم رو بتونم نگه دارم به این شکل بمونه تا من بتونم رنگ لبه هم بزنم. اول بار رنگتون رو حل بگیریم. یک مقدار رنگ رو داخل ظرف میریزیم و بعد توش آب اسپری میکنیم. ببین، رنگ باید به یه حالت تقریبا رقیقی برسه، نه باید خیلی غلیظ باشه نه خیلی رقیق. حالا این که بعضی وقتا ممکنه برای بعضی جاها که مثلا یه چاله ای داره، چیزی داره، میخوایم پرش کنیم، یه مقدار میتونید که رنگو در واقع غلیظ‌تر بگیریم، ولی در حالت عادی رنگ باید تقریبا رقیق بشه و باید خوب آب رو با رنگ قاطی بکنیم. حالا میخوایم رنگ بزنیم کارمونو. در ابتدا یه کمی رنگ رو ور میداریم و به این شکل رنگ رو روی چرم قرار میدین. یعنی دقت بکنین، نباید بکشین اینجوری اینجوری روی چرمو، هیچ عنوان اصلا برخورد نکنه این قسمت گوشپاکون به چرمتون، فقط رنگ رو بذارید روش بینشه. حالا ما باید بذاریم این خشک بشه. من خودم معمولا از بخاری برقی استفاده میکنم، کارهایی که رنگ لبه میزنم و میذارم جلوی بخاری، اما هر حرارتی خوبه، مثلا جلوی بخاری گازی هم اگه بخواید میتونید ارتفاعی درست بکنید بذاریم اون قسمتی که حرارت داره جلوش بذارین، یا بخاری برقی بذارین که این کار زودتر خوش بشه، وگرنه خیلی طول میکشه. خب دوستان، من این رو خوش کردم و همونطور که میبینین اون رنگی که روش گذاشته بودین
الان تقریبا رفته داخل و دیگه اون پف رو نداره. ما میخوایم رنگ لبه پفکی بزنیم. پس یک دوره دیگه چی میکنیم؟ رنگ رو به همون شکل روش قرار میدیم. حالا اگه امکانش هست یه ذره زوم بکنیم، میتونی این کار انجام بدین، یه ذره زوم بکنین که بهتر معلوم باشه. این دور که این خشک بشه باید یه دور سنباده کشی انجام بدین. خب رنگ دوم ما هم خشک شد، الان ما باید این کار رو سنباده بکشیم. سنباده کشی هم به این شکلی که یک بار این لبه رو سنباده بکشیم به این شکل. خوب این کنارهاش رو سنباده بکشیم که یه حالت گردی پیدا بکنه. ببینیم یک دفعه هم این لبه رو و بعد یک مرتبه هم وسط کار. توجه داشته باشین که حتما باید رنگتون کامل خوش بشه. اگر رنگ کامل خوش نشده باشه و سنباده بکشین کارتون کنده میشه، رنگتون کنده میشه. پس سعی بکنین که بذارین خوب رنگ خوش بشه. بعد اینکه کار سنباده کشیتون تموم شد، یک دوره دیگه میان چیکار میکنین؟ روش رنگ میزنین. رنگ هم به همون ترتیب. دقت داشته باشین هر دفعه که رنگ میزنین، دفعه اول زود خوش میشه ولی دفعات بعد هر دفعه که رنگ میزنین بیشتر طول میکشه، خیلی بیشتر طول میکشه تا اینکه خوش بشه. ما میذاریم تا دوباره این کار خوش بشه. خب دوستان این رنگ ما هم خوش شد. همونطور که میبینین یه حالت پفکی ایجاد شده و الان ما باید سنباده بزنیم. معمولا با همین تعداد در واقع رنگ زدن جواب میده و شما به نتیجه مطلوب میرسید، ولی اگر بازم به اون نتیجه مطلوب نرسیدیم و خط و خشی داشت و چاله ای داشت، موردی داشت، میتونید یک بار دیگه سنباده کشی کنید و دوباره رنگ بزنید، یک دور دیگه رنگ رو همینجوری بزنید. ولی معمولا با همین سه دور رنگ شما به نتیجه دلخواه میرسید. بعد میتونین توی نور نگاهش کنیم و ببینین که موجی چیزی نداشته باشه و اگه موجی داره با سنباده برطرف کنید. فقط حواستون باشه نیازی سنباده رو اونقدی صف بکشیم. بعد سنباده که من استفاده میکنم سنباده 270. حالا در اول من سنباده 270 استفاده میکنم، ولی اگر هر چقدر بخواین صیقلی تر بشه توی دفعات دیگه میتونی از سنباده های نرمتر استفاده کنیم، مثلا میتونی 400، 600 و در نهایت 1000 استفاده کنیم. ولی من کلا با همین یه سنباده 270 کار میکنم و به اون نتیجه دلخواهم با همین سنباده میرسم. بعد اینکه کامل سنباده کشیدید و یه دست شد، فقط میگم جوری سنباده نکشید که رنگتون رو بکنه. سعی کنین نرم بکشین و یه دست، و بعضی وقت از یه جهت فقط بستگی داره و تمام این موجهایی که احیانا داره رو سعی بکنین با این سنباده یه دستش بکنین. خب ما حالا سنباده زدیم و کارمون تقریبا صاف شده. میخوایم رنگ نهایی رو بزنیم. حالا رنگ نهایی من چجوری میزنم؟ من به این نتیجه رسیدم که بهترین راه اینه که با انگشتتون رنگ رو روی رنگ لبتون قرار بدین و بعد با نمد یا حالا دستمال کاغذی طوری که انگار دارین واکس میزنین رو روش بکشین و اون براقیتی که نیاز دارین رو اینجا میتونین به دست بیارین. نه نیاز داره که آب بزنین، نه نیاز داره پیواکس بزنین، نه نمیدونم وازلین بزنین، هیچی نیاز نداره. فقط کافیه که این رنگ رو یک مقدار با انگشتتون روی لبهای چرم بزنین و هر جایی که ممکنه یه مقداری به اصطلاح رنگش مثلا کم رنگ باشه یا چیز باشه بهش بدین و بعد با این
نمدتون طوری که انگار دارین واکس میزنین در واقع روش بکشین و همینطور که میبینین کاملا براق و یه دست میشه. این برای تک لبه بود. برای دو لبه هم در واقع دو تا یا چند لبه هم در واقع همینه، ولی یه مقدار تکنیکش موقعی که چاله و اینا داره یه مقدار سوراخ‌هایی داره که اذیت کننده است، اونا رو باید بگیریم. لبه تکلا رو بهتون دادم. اگر سوالی دارین توی کامنت ها ازم بپرسین، حتما کامنت ها رو میخونم و بهتون جواب میدم. آموزش رنگ لبه دولار رو توی قسمت دوم بهتون میگم، قسمت آخر این آموزش هستش. لطفا لایک بکنین، سابسکرایب بکنین کانال ما رو تا انگیزه بشه و اینکه من بتونم آموزش های بهتر و بیشتری رو برای شما بذارم. تا برنامه بعدی، خداحافظ.